Ascoli si la voce, ancora si la voce, ascoli si la voce, ancora si la voce, al gioma sa ferone, al gioma da me voce, ma ota ci sardusti, ma custa da me custe, ma ota ci sardusti, ma custa da me custe. Salamessa, ben darbera, puyona, par indorohi. Dus, salamessa, parmona, zarkon, orahim, singon, rohi. Dus, salamessa, dastan, begiro, hoyan, kon, berohi. Dus, salamessa, yallo, bekon, yo, madrabe, yo, hamrohi. Nago, salam, begi, duru. Nagu Cher, Nagu Zuru, Nagu Shuk, Nagu Sepaus, Bali Marsad Hamehau. اینجا ایران یه گربه یه هفت هزار ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار این شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن بود چوبه دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ هفت هزار ساله ما مردم خوشباور 57 غرق امید و گیج سهم نفت حق نسل بعد رفت از یادشان بشنوید این روزها فریادشان باطل است آن رای بر نشناخته کس خدا و دین چه دکانها ساخته رای بر نجات پنهان داشتند سادات تازی بیرق خود محوری افراشتند آنچه از فردای آن دانسته شد باطل است آن رای نامیمون زشت نسل ما رای دیگر خواهد نوشت داره می نویسه داره در میدان می نویسه دختان گرد و سرحشور و شهریاران آریایی دارن می نویسن این رأی نوین رو بارها نوشتن این بار به گونه دیگر هست خود پرستی تا برون از سایه شد تلخ آمد آه نادانستگان پا به زنجیری گرانتر بستگان خدعه و تبعیض و غارت گشت دین لال شد یک باره ارحمان راهبین وین عبادت تا عبودیت کشید برده جز زنجیر خود چیزی ندید سهم ما شد داعش و القاعده مفتیان بردن صدها فایده سادات تازی تشکیلات حزب بشنوید اکنون در این آتش فشان نماند از ستمکاران نشان هم پدر جنگ تو با فرزند توست یاد گیر از وی درست از نادرست در اکثر این تظاهرات بچه های فرماندهان سپاه بسیج و و و دیگر کشته میشن بچه های آخونده ها کشته میشن میان بچه ها با اینا میجنگن امروز در همین رابطه با هم صحبت میکنیم خون سیاوش جنگ فرزند با پدر اینها چیزایی که سانسور میکنن به شما نمیگن چون داره بابای فرمانده سپاهه نمیخواد بگه دخترش بی حجاب روسری سوزوند و تیر سرباز خودش رو خورد هموطن برخواسته فریادهایش را ببین خون به خون جوشیده در این کارزار مادر ایران زجا برخواسته کشورش را از ددان پس خواسته بی خود نیست که اسم ایران زنه ایران زنه کشور اشغالی ایران زمین که شود آزاد از این آیات کین
خود بس قارت بس و سیر دروغ بس حراج کشورت با بونک و بوق بس حراج کشورت با بانگ و بوق بشکند دستی که دستی را شکست که بکسرد بندی که خواهد دست بست و ترک موتور بذاره جوانان فرهیخته دانشگاه شریف ما رو ترک موتور بذاره یکی جلو یکی وسط بچه های ما رو شبانه برن بکشن و صبح در دانشگاه رو بکنن این پلیدان سادات تازی برکن از گردن نشان بندگی در شکن تاریک با تابندگی پیشبند کاوه روشن کرد را روسری سوزان مه شد این پگاه جهان رو لرزوندین با این کارتون سپاس دختران آریایی روسری سوزان مه شد این پگاه وین درخت گیسوی جاندادگان بیرق پیروزی آزادگان مثل فرنگیس که گیسوهاشو بست گفت تا انتقام سیاوش رو از پدرم نگیرم آرام نمی نشینم بیرق پیروزی آزادگان برده این بیوطنها نیستیم روز فردا گوید که ما کیستیم مهر باطل بر نظام ظالمین کنده باد این ریشه از روی زمین تا دو فیلم برن اینجا باشم بهترین موند و پوبلیکوم رو پاریس داریم البته باز باید بگم با همکاری آقای عباسی رادیوی آقای ایران و ویدیوی شهر فرنگ که به افتخارشون دست بزنیم حالا از ارکست خواهش میکنم که تشریف بیارم آقای نوریک اول آقای بفرمایید یه هنرمند دیگه به ارکست اضافه شد آقای سر جوزف ایشون هم اینجا پاریس زندگی میکنن ستا Thank you.
شکل بلند با این همه یاد قشنگ دلم رو قشور میزنه و چشم منو کن نظره تو تو بیا یولد بشینی تلای جون من بشین تو بیا یولد بشینی تلای جون من بشین یادت میاد تو پندری بودم تو خاطر خود شدم تو مشتیه شهادت و جانفشانی مهربانیان گرامی دخت کردستانی دخت آریایی یک سنت کهن آریایی رو اومد که در کردستان وجود داشت، حضور داشت. کردستان رو چرا این دشمنان شکوه و عظمت ایران چرا بین چهار کشور تقسیمش کردن؟ چون کردستان ماد اشکانیان، هخامنشیان، ساسانیانه. کردستان همه دلاوری های تاریخ 7700 ساله ایران از ایلامیان تا به امروز تقسیمش کردن که جلوی شوکت و عظمتشو بگیرند. اما امروز دیدیم یک دخت کردستانی که کشته شد، همه چیز در دنیا عوض شد برای ایران. یک بار دیگه ایرانی در جهان سربلند شد. من دیگر تو خیابونا با افتخار میگم ایرانی. لازم بود قبلا تو بگی پرس، بعد بگی پرس کیه تا بفهمی تو با جمهوری اسلامی نیستی. الان میگی من ایرانیم. آه دختان آریایی، این جنگ پدر با پسر تاریخیه. این گریز آزاد مردان از سرزمین خودشون و پناهنده شدن به خارج از دیر زمانه. سیاوش وقتی که مشکلات داره در کشور خودشون میره پیش تورانیان و با افراسیاب و اینها، بعد اونجا دختر افراسیاب رو بهش میده. خودش میاد میگه افراسیاب پدر زن سیاوش رو، سیاوش زن داره، از پیرایه زن گرفته. پیران میگه که این دختر من رو میخوام بدم به داماد تو. با اون چون سردار سرباز افراسیاب قبول میکنه، سیاوش چون در دست و در خانه بیگانه است میپذیره، فرنگیس رو بهش میده. فرنگیس رو که بهش میده در یک مقطعی که افراسیاب اون چینت درون خودش رو میخواد نشون بده که میخواد سیاوش رو بکشه که کیکاووس بیوارث باشه و میاد میخواد بزنه بکشه گرسیوز. میگن چه کرد اون، چه کرد یعنی برادر کیکاووس. به هر حال وقتی که گردن میزنن سیاوش ما رو، از اونجاست که این همه این بازیایی که برای حسین غیر از اونایی که از کلیسا گرفتن در میاد، این سوگواری مال سیاوش هست. زینب، این زینب بازیایی که دارم دارم زینب بازیایی، این زینب فرنگیسه ولی با گونه دیگر. فرنگیس شوهرش سیاوش به دست پدرش افراسیاب و عموش گرسیوز کشته شده. بعد افراسیاب میفهم این حامل است، سیاوش در شکمشه، میزنه اینو، میگه بزنینش و میگه بکشینش، حتی بچه رو در شکم. باری در پنهان فرنگیس سیاوش رو میزایه، با بزرگش میکنه و زندگی میده. جان جیان آزادی، زن زندگی آزادی، مال کردها از اون موقع است. اونجاست که تا کشته میشه سیاوش به دست پدر فرنگیس، فرنگیس موهای بلند زیبا مثل دختران کرد ما امروز و دیگر دختران آزاده آتورپات و سیستانی و بلوچستانی و کجای دیگه خراسانی که گیسوان بلند دارن، گیسوانش قیچی میکنه. این قیچی گیسوان از اونجا میاد، میبنده به کمرش، کشتی کمر میبنده. شنیدین میگن کمر بست، کمر به قتل یارو بست، کمر به نابودی یارو بست. از فرنگیس میاد وقت به کمر بستن گیسوانش، میگه میکشه شمشیرم میذاره، میگه تا انتقام خون سیاوش شوهرم رو من از پدرم نگیرم، این رو بر نمیدارم. حالا امروز عزیزان من، نه الان، 98، 95، سال 88، همه این جنبش هایی که درش هزاران ایرانی کشته شدن و این پلیدان روحانیت حاکم، این گجسته که خمینی و خامنه‌ای کشتن اینها رو، تمام اینها توش شما چند تا اسم شنیدید و میشنوید، ده ها که نه صدها اسم دیگه از فرزندان و جوانان دلیری است که اینها باباشون
یا امیر ارتشه، یا سردار سپاهی، یا رئیس بسیجه، یا امام جمعه فلان جاست. از بچه های خود اینا خیلی الان تو خیابونه که میدن بچه های خود اینا زیادن کشتن میشن. چیزی نمیگه مردی که مثل محسن رضایی که بچهش اونجا میکشن، خود حسن روحانی که بچهش با کلت خود یک کشته میشه، متوجه میشه؟ خود گیلانی که اون موقع حاکم شرع جمهوری اسلامی سه تا بچه خودش میکشه، همین جنتی دایناسور که بچهش کشته، اینا یه مقطع اعدام کردن، الان همون بچه ها میان توی خیابون، بچه هاشون هم اینا با اینا مخالفن دارن میجنگن. به همین خاطر پیروزی با ماست. و این جشن سیاوشان که شده حالا به گناه دیگه تغییر کرده، همین دف و موسیقی و همه اونایی که من زنده کردم در این سالها در تاریخ کهن آریایی بوده و کردها این رو پاس میدارن. برای همین که در اتحاد اخیری که من مطرح کردم و شاهزاده خواستم هرچه سریع اعلام بکنه این اتحاد رو و نشست تشکیل داده بشه، گفتم احزاب کردستان نقش بسیار مهمی دارن و احزاب استادهای درود بر مردم سلحشور ایران، درود بر دختان آریایی، سلحشورانی که اعتبار به ما دادید در جان، سپاسگزارم. ما همه تلاش خود میکردیم، دنیا با شماست الان، دنیا با شماست الان و تمام دنیا با شماست. در تاریخ بیسابقه 127 کشور، بیش از 127 120 کشور، امروز تظاهرات شنبه و فردا در پاریس هست. این بی سابقه از سازماندهی شده از سبیل ریش سبیل گروه گذاشتیم براتون، ریش و سبیل گروه گذاشتیم. دو تا شرط داره، یک همچنان که کارتی منتشر کردیم، همبستگی رمز پیروزیست، همبستگی سران اپوزیسیون. دوم، شما در خیابان ها باید بمانید تا این نظام سادات تازی برای همیشه بره. همبستگی سران اپوزیسیون رمز پیروزی است. من هیچ نمیخوام، من هیچ نخواهم خواست جز این که بنشینم در خانه و بنویسم. و الان چون این مریم قاجار پریروز صحبت کرد و قاطع این پیشنهاد نظریه ما رو رد کرد که با غیر از خودش متحد بشه، حتی ما احزاب کردستان اونا که بودن اومدن بیرون، شاهزاده رضا پهلوی و با با وقتی که این اعلام کرد، به خاطر اینکه خودش هم روسری سرشه، چطور میتونه باید تو جنبش شرکت کنه که کانونهای شورشی روسری ها رو میسوزنن؟ خب نمیتونه، خودش روسری سرشه، تو مخشه این روسری. و مریم قاجار خطش رو از مردم جدا کرد. و همین خاطر امروز اطلاعات دقیقی میخوام بهتون بدم، اینه که سیاوشان و پادشاهی و شهریاری در ایران ماندگاره، هیچ کس نمیتونه باهاش مبارزه کنه. الان که من با شما صحبت میکنم، هنوز که هنوز جشن سیاوشان یعنی سوک سیاوش که بهرام بیزایی این رو بگونی نمایشنامه خیلی قشنگ در سوک سیاوش بهرام بیزایی، شعری هم که ابتدا خوندم مال بهرام بیزایی بود، عزیزم بهرام بیزایی سوک سیاوش رو که آورد، الان سوک سیاوش از شما بگه خود ایران تا کردستان رواج داره. حتی تو مسجدی در شیراز، در شیراز هنوز که هنوز مسجدیست به نام سیاوشان و تمام در محله سنگ سیاه و تمام آثار داخل مسجد مال سیاوشه، عزیزان من. بله، از همه مهمتر، این مسجد اصلا به رسمیت شناخته شده توسط یونسکو، عزیزان من. و اکثر شهرهای ایران شما از آشتیان بگیر برو تا کردستان و آترپات و آذربایجان و جاهای دیگه، حتی در بخشی از هرات افغانستان و اینا، هنوز سیاوشان ماندگار هست و جاودان. و این دختان همه فرنگیس ها هستن، فرنگیس انتقام سیاوش رو میگیره و سیاوش فرزندش کیخسرو زایش پیدا میکنه، بزرگ میشه، سلحشور میشه، به همت و فرمان مادرش تازش میکنه و هم افراسیاب رو میکشه، یعنی پدر بزرگ خودش رو، و هم عموی خودش رو، عموی باباش رو، یعنی گرسیوز رو میکشه. و اونجاست که رقص و پایکوبی فرنگیس هاست که کیخسرو فرزند سیاوش انتقام خون پدرش رو میگیره. حالا این بچه ها اومدن با بابای خودشون هم میجنگ، انتقام خودشون رو میگیرن. این بار مردم ایران همه در خیابان ها بیشتر از 20 روز دارن هنوز ادامه داره.
مورد دومی که ما خواسته بودیم تأیید جهانی. جهان بیش از 120 کشور، حتی تا مرحله به 150 کشور و شهر رسید، به طور میلیونی پشتیبانی کردن. تنها چیزی که بود اتحاد اپوزیسیون بود که اینا نکردن. اتحاد اپوزیسیون برای یک دولت باید باشه که سرنگون کنه اینا رو. اینا همونطور که شما در داخل ایران از جانتان مایه گذاشتین، در خارج هم فکر نکنید که یک دوستی مهربانی اونجا اینجا اومد اینا رو سازماندهی کرد. من میگم بهتون، چون هیچ توقعی ندارم، من این رو شما بدونید، در فردای آزاد ایران من به عنوان یک نویسنده خواهم نشست و خواهم نوشت. من هیچ پست سیاسی نخواهم خواست. و سال 96 1996 که من مطرح کردم شهبانو با مریم اینا برن ایران برای آزادی، و از اون موقع ببینیم 26 سال پیش، اون موقع که بعدا من خودم گفتم من خودم میرم، چون همین گفتم آقا تو میخوای اینا رو کشتن بدی تو خودت بیا، ما رفتیم جلو. و که من الان به شما قاطی میگم من هیچ پستی نمیخوام. پس اگر اطلاعات و اخباری در اختیار شما میذارم، چون من با شما رو و پشت بازی ها رو میگم و بعد برخی که باید بفهمن میفهمن، اونهایی که طیف بالای جامعه هستن میفهمن. من حرفای من خیلی از شما نمیفهمید، اشکالی هم نداره، میرید پیش تحقیق میکنید اینا میفهمید. من گاهی بخشی از حرفام، نه همه، برای اون الیت جامعه است، برای اون اندیشمندان بالای جامعه است که آگاه بشن، اطلاعات به دست بیارن، بدونن چجوری باید مبارزه کنن. برای خودنمایی و اینها هم نیست. من در هفته نخستی که این جنبش شروع شد از یک قدرت جهانی خواستم که پشتیبانی کنه و بهش گفتم که تو یا شیطان و یا خدای زمین، فرمان روا در بیش از 120 کشور و غیره، بارها تلاش هایی کردی به شکست منتهی شده، این بار این ملت ایران در خیابان، این بار در خارج از کشور، همه همراه این ملت، ما پیروزیم، بایستی پشتیبانی جهانی بشه. اینی که وقتی فرمان از این جا صادر شد، اونجاست که شما میدین مثلا در هم پاریس خودمونه، من به شما بگم همه جهان هم همینجور بود. این سیل جمعیت که دیدید، اینها احزاب چپ و مردمگرا و سبزهای جهان که زیر همون نظر فرد و خداوند زمین هستند، اینها همه جزو تشکیلاتی هستند که توسط تشکیلات او اداره میشه. فرمان صادر شد و تا حالا هر کی میخواد باشه اعلامیه بده، تظاهرات اونجا میاد. مثلا در پاریس جمعیت زیادی بود، هنرمندای عزیز ایرانی اینا بودن سر جای خودش، ولی شخصیت های فرانسوی، رئیس حزب سوسیالیست فرانسه اولیویه فو، معاون رئیس سبزها، شهردار پاریس و چندین نفر، یا رئیس لیکرا، اون هفته قبلش بود، رئیس فرانس فراترنیته و تشکیلات هایی که ادمنستی انترنسیونال، عفو جهانی، اینها تشکیلاتی هستن که صاحب دارن، بدون صاحب و بدون اجازه رئیس که نمیان تو خیابون صحبت هم بکنن، موضع هم بگیرن. longtemps les femmes iraniennes ploient sous le joug des hommes, ce régime qui s'est forgé d'abord sur la répression des femmes, sur le droit à contrôler leur corps, leur vie. Eh bien nous sommes ici pour dire que nous sommes avec elles, et que parce que toutes les dictatures ont besoin du silence, eh bien nous sommes là pour faire du bruit, nous sommes là pour crier avec elles: femmes, vie, liberté, Olivier Faure, patronne de Parti Socialiste. On va laisser la place à Sandrine Rousseau, députée écologique. Ah, voilà, voilà, on l'applaudit bien fort partout. Dans la scène rouge de Paris, de changement de décider de la société par un savier, vous voyez, Mortalev, le socialiste, Amnesty International, écologiste, ça va. Dans tous les pays du monde, تا کنون همه سخنران ها نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بودن. مرسی جودای، مرسی جودای. 150 پیی در دنبان
cette organisation s'est fait bien calculé. On remercie le Judaï. C'est le vice-président du Sénat français qui est en train de parler. Et je suis revenu, Majlisé Sela, il est français. Je suis revenu ici, Majlisé Sela, il est français. Ami, Sokhanonon, le Hazelin de Paris, et nous, Az Rahbaron et Boulard Foyer, il est français. Comme vous voulez. Mobilisation, témoigne. Du soutien. La mère n'est pas à Paris en ce moment. Une payame en Hidalgo, Shah de Paris, qui est à la Jannati Atayi, docteur Amoui et Iraj Jannati Atayi, de la Kunde Michel Mervaya. C'est le message de en Hidalgo, maire de Paris. Paris, liberté! Paris, liberté! Marjan Satrapi, Nevisade, Bafim Sazé, Barjassé, Ironie Sauvage. C'est Martin Satrapi, Sinaas Perse. امیر عزیزم با چرخ اومدی عزیز بله 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 با چرخ اومدم تو خیابون این تظاهرات فرانسه شد این پیام رو ملت ایران برسونم تو هیچ شرایطی تنهاشون نمیذاریم هر موقعیت رو باشه امروز بارندگی شدید هم بود یه پیامی هم بدم به اونایی که شرکت نمی کنن که واقعا وظیفه شون تو هر شرایطی که هستن بیان تو خیابونا این تابلوهای اضافی من به جای اونا تو دستم گرفتم اونا باید باشن همراهی کنن و اونا اینا رو تو دستشون گرفته باشن ولی اینو بدونن که اگر اونا چیزی رو تو دست بگیرن ما اون بار رو بلند میکنیم و پشت ملت ایران وای میستیم ما صداشون خواهیم بود تو هر شرایطی که باشه مرسی امیر جان سپاس از مهرت آفرین به شاهزادم گفتم که اینا رو فراخوان بده بعد مریم قاجار اومد گفت ما نیستیم دیگه الان رفتیم خب حالا مونه گروه های دیگه حالا من اینم به شما بگم اگر این اتحاد و همبستگی با نیروهای قدیمی و گذشته پیش نیاد با اینکه مردم همش هنوزم که هنوز شعارشون اینه رضا شاه روحت شاد با این جنبش اخیر که در خارج از کشور پدید اومد و تظاهرات جهانی یک آلترناتیو جدید میاد رو این آلترناتیو جدید خواهد بود که تشکیلات جایگزینی نظام جمهوری اسلامی رو فراهم میکنه بدین رو شما بچه اصلا دیگران نباشید شما کار خودتون کردین تو خیابونا هستین جهان از شما پشتیبانی کرده همه و همه ایرانی در خارج کشور شما پشتیبانی کردن مرحله سوم اون رهبری و نیروی جانشین هست که الان همه به گونه دیگه قیبشون داره فقط حرف میزنن دولت رو تشکیل ندادن دولت رو باید تشکیل چون همه همینو میگن همه همینو میگن
حالا برای که بدونید که این حمایت جهانی از خود دولت ها جدا بود، من اینم به شما بگم، مثلا اگر تو فرانسه سه تا از اعضای دولت تو این تظاهرات دوبار پاریس شرکت کردن، در تهران اینا رو احضار کردن و بازخواست کردن. یا مثلا ماکرون یک تیکه گفت چیزی نگفت و بعد اصلا اخبار پریروز توی فرانسه یک شنبه گذشته، همه دنیا شنبه بود، به عمد پاریس شد یک شنبه که در تاریخ بمونه، چرا که جای خود داره. حالا بیش از 10,000 نفر در خیابان بودن، راهپیمایی کردن، سخنرانی کردن، همه بودن، زیر بارون هم بود، همه بودن. ما شب نشستیم پای اخبار تلویزیون فرانسه، کانال 1، 2، 3 همه رو نگاه کردیم. 6 ثانیه گفتن از این رویدادی که تاریخ بیاد نداره در فرانسه. و بعد خیلی جالبه، کانال 2 فرانسه حتی اومد اعلام کرد که بله این تظاهرات جوری بود، حالا گزارش ما رو ببینید از این تظاهرات در اخبار ساعت 8 شبش. یهو گوینده خودش رو اینجوری کرد و گفت این یه فیلم دیگه نشون میدیم. تظاهرات پاریس رو نشون حتی نداد، یعنی تبلیغ نکرد. یعنی دولت ها با این جنبش نبودن. خوب گوش کنید، سازمان ها و اونجه های حقوق بشری که توسط جدا رهبری و هدایت میشه، که برخی خدا میپندارنش برخی شیطان روی زمین، به درخواست سیاوش اوستا عمل کرد و این اوج را افتاد، این موج را افتاد. حالا چی موج؟ یک آدم هایی هم به عنوان رهبران سیاسی برای فردا ایران بیرون میان، ما هم ازشون حمایت میکنیم. من خودم هم گفتم سهمی در سیاست گردانی نمیخوام، من فکر گردانی بوده و هستم، ادامه میدم در سیاست که بخوام پست بگیرم نیستم و نخواهم بود. من برای شما مردم ایران، برای سرحشوری شما کار کرده و میکنم و خواهم کرد. حالا یک نکته که خیلی مهمه من میخوام به آگاهی شما برسونم اینه که این مردک سید علی خامنه‌ای جلاد دوران و زمان اومد و یه مزخرفاتی دیروز گفت. یعنی خیلی قشنگ همونطور که پیش بینی میکردیم فیلمش رو بازی کرد. اول این قبر خودش ساخته، حاضر و آماده، همون فاطمیه، سحت فاطمی که بهتون گفتم تو نجف، قبر اینه. مهربان یاران گرامی، بارها این فیلم رو به شما نشون دادیم در برنامه‌های مختلف پارسی و یا فرانسه زبانمون و یا در گفتگو با آقای سیروس شرفشاهی، که این سحن فاطمه است که در زمینی به مساحت 220,000 متر در نجف عراق کنار قبر امام علی ساخته شده. میلیاردها دلار از جیب ایران اونجا صرف شده و حدود 10 سال اونجا رو این کاخ فاطمه کار شده. امروز میخوام راز مهمی رو به شما بگم که این برای چه ساخته شد. هدف نهایی رژیم پلید سادات تازی حاکم بر ایران برای هزینه کردن میلیاردها دلار از پول من و تو در عراق برای چی بود؟ این قبر سید علی خامنه‌ای است. سید علی خامنه‌ای پس از این همه جنایت میدونه که قبرش اگه در ایران باشه مردم خرابش میکنن. مال خمینی خواهند کرد، یعنی موزه هتل چیزی خواهند کرد به زودی. این هم از ترسش رفته در عراق این کاخ رو ساخته که در عراق دفنش کنن. به هوش باشیم، هوشیار باشیم. مردم ما امروز در خیابان ها هستند، جهان در 150 کشور از ما پشتیبانی کرد، مردم خودمون و دیگران. تنها کاری که الان مونده باید انجام بشه میدونین چیه؟ اتحاد. نکته که خیلی مهمه، ما همین سادات تازی، سادات تازی، سادات تازی، ما با سادات و سیدهایی که با مردم بوده و هستن و خواهن بود مخلصشون هم هستیم. ولی الان شما در نظر بگیرید رهبر همه ارتش و بسیج و نیروهای مسلح و انتظامی و همینا سیدن. خب برای اینکه خامنه میتونیم بیاد این زرار رو بزنه، سرکوب کنه، بکشه، با تک تک آدم ها رو بگیره و هفتیر بکشه، بچه رو زمین افتاده با تیر میزنه میکشه، دور برش هم پلیس هست، پلیس باید یه رو لباس شخصی رو بگیره
پلیس میزنه در روز زمین میندازه میکشه. این جنایته. اینا این کار رو میکنن چرا؟ چون رئیس و پلیس سادات تازی دستور رو داده سیده، گفته این لباس شخصی ها آزادن کار بکن. اون لباس شخصی هم یا از گروه زینبیون پاکستانی هستن یا فاطمیون افغانستانی هستن که با افغانی عزیزم فرق دارن، و یا هشت و شعبی عراق هستن، و یا انصار الله یمن هستن. ایرانی ایرانی رو نمیکشه. حتی اگه پلیس ایرانی هست وای میسیون میاد میزنه میکشه، خود همون فردا هفتیرش رو بسیار اونا نشانه میره. ما سید های بزرگوار داریم مثل سید کریم عزیز. سید کریم یه شعاری رو بالا میگن، اون یه کلمه داره اشکالی نداره. اینو سید کریم 43 سال 44 سال پیش شروع کرد به خوندن این شعار، معلومه سید هم از سید، اصلا یه سید کریم سید روشه. ولی من روی ماهشو میبوسم سید کریمو، چاکرشم. من دیروزم بهش گفتم این سیدیه که اومده تو میدون همه اونها رو بر ایرانیتش ترجیح داده. دکتر کوروش آریامنش رفیق من هیچ کدوم نمیدونستین دیگر، با بهتون میگم سید بود، سید رضا مظلومان بود. لگد زد، چه لگدی به اینها. احمد کسروی سید بود، ملک و شعرا سید بود. پس یادتون نره ما سادات تازیر میگیم، میگیم اون سیدهایی که به مردم میپیوندن و کاری نداریم. این رهبرا الان رهبران سرکوب در ایران، همه جنرالهاش، سپهبداش، اون بالاییاش، اینا سیدان. این آخونده هم که زر میزنن همه سیدان. اون یادم که عمامش سفیده مثل خود خامینی، باباش عمامه سفید میذاشت سرش بعضی وقتا. اون هم کلکاشون ریشه اینا سادات تازیان، یا نوکرن یا حقوق بگیرن پول میگیرن. الان تیمسار حبیب سیاری رو ازش خبر نیست، چون اولین کسی که اومد مصاحبه کرد در مورد ارتش حرف زد، چه گفت از خود اینا هم هست. بعدم 75% نمیدونم چقدر یارو معلول جنگیه، بعد به همه رود مودی نداره. الان مدت هاست گرفتنش، تا چند وقتی هم میکشنش میان سکته کرد، یک نفر آدم پیدا شد. شما ارتشی ها خیلی مهمه. الان اگه اپوزیسیون هنوز ساخته نشده، اپوزیسیون نمیاد تو فلان اینا، باید پاشید کاری بکنید. ارتش باید پاشه. خود فرماندهان سپاه که ایرانی هستید، سادات تازی نیستید، نوکر علی خامنه‌ای نیستید، ایرانی هستید، باید بلند شید. چون اینا همه گونه فشار رو برای مثلا شاهزاده رضا پهلوی میارن که تفلیل بترسن. خواهرش رو کشتن، برادرش رو کشتن، چه فشارهای دیگه. حالا اینی که من میخوام بهتون بگم، اینو سپاه پاسداران پریروز منتشر کرد، و 2-3 ساعت بعدش برای من گفت رو سایت خود سپاه پاسداران، گفت ما تو اتاق خواب رضا پهلوی نفوذ داریم. اینو چرا نشون داد پخش کرد جمهوری اسلامی؟ بلکه رضا رو بترسونه. من از رضا پهلوی میخوام عزیزم نترس، بیا تو میدون بذار هر چی هم دارن نشون بدن، هیچ ایرادی نداره. یعنی اینی که میگه ما از اتاق خوابش گفتیم، چیزای دیگه هم گفتن با خانمش و اینا، ایرادی نداره در برابر این کاری که زن ایرانی داره آتش میزنه روسریش رو. بایستی ما از هیچی نترسیم، نباید بترسیم، نباید تحت شانتاج نظام جمهوری اسلامی قرار بگیریم که اینها بیان. مردم که امروز میگن رضا شاه رو حچت، چرا میگن؟ چون رضا شاه رو سری سوزوند، چون رضا شاه رو سری از سر زن ایرانی برداشت آورد شو جامعه، چون رضا شاه سیدی رو از ایران برداشت، سادات تازی رو برداشت. الان میترسن این واژه سید تازی رو تکرار کنن، چون همشون سید تازی هستند که بعضی جا هستن. رضا شاه آخوندار خلع لباس کرد، زد تو دهنشون. افرادی مثل مدرس که رهبران سادات تازی بود زد کشت که زر زیادی نزنه. عزیز سیاد هستم و از راه دور درود میفرستم به جوانان وطنم که به پا خواستند برای حقوق پایمال شدهشان، که مهمترینش آزادی است، آزادی گفتار، پندار و کردار، که این آخری شامل آزادی در پوشش هم هست، آزادی در پوشیدن و هم نپوشیدن. برای همین است که دختران جوان ایرانی این روزها روسری در آتش می اندازند و در رسای قربانیان حوادث اخیر گیسو قیچی می کنند. در حیرت هم که پدران و مادرانشان کجا هستند. ای کاش فرزندان خود را در این نبرد نابرابر تنها نمی گذاشتند.
خیلی خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. و اون چیزی که برای من مهم بود مردم بودن، که باید مردم رو من جلب کنم. من که مخالف نمیدونم، گفت نیش اقرب نداره که این هست، اونم یه راهی میره، اقتضای طبیعتش اینه، اونی که میزنه و اذیت میکنه اینا، اون یه راهی برای خودش میره. من نمیگم بده، اون راه خوبه برای خودش، ولی برای من بد بود. درست. من دوست داشتم محبت کنم، عشق کنم، دوستی کنم، رفاقت کنم، اینا رو من دوست داشتم. درست. به اینا رسیدم. ببینید، شما وقتی میخوایی برای کوه، هدفت اینه که به قله برسی، وگرنه سرازیری اومدن از کوه که مهم نیست. بله. سرازیر میای، خستم نمیشی، ولی اونی که داره میری به قله برسه، هدف دوستی های صمیمیت رو. من یک دونه شعر بد خوندم، یکیشو بیاریم این بد خونده، یا واقعا یه شعر عربی خوندم، نه غلط نیستم، من ایرانیم. بله. باید به وطنم خدمت کنم، خدمتم کردم، الانم راحت راحت نشستم. هر موقعی باید ما لخت اومدیم به دنیا، با کفنم جیب نداره، با اینم میریم دیگه، اصلا چرا بدی بکنیم که این وسط یه فاصله ای رو ما رو زمین مهره بشیم، که یه عده دیگه قلمدو شما باشن، از نام ما استفاده کنن. نه، من هیچ وقت و این من به شما قول میدم، یه در دوستان ما اشتباه کردن به خودشون ارتباط داره. اتفاقا در مورد شعرهای پرمعنیتون صحبت کردین و میتونیم توجه کنیم که تو شعراتون خیلی عشقتون و احساساتون نسبت به همسرتون بیان میکنین. سالیان سالی من به همه میگم، ولی خب سالیان سالی که اتفاقا شما با هم هستین، این گلی راز که اینجای منه این عشقه، ولی خب میخواستم که راز موفقیتتون رو تو این زوج بگین، که آدم ها بتونن درس بگیرن که چجوری سالیان سال اینجوری در کنار هم زندگی کنن، چون این دوره همه تحملشون زود تموم میشه، سعی میکنن مثلا رابطهشون عوض کنن، با یکی دیگه آشنا بشن، ولی این که مثلا چندین سال شما در کنار هم هستین خیلی چیز مهمیه، و اگه بتونین مثلا بگین خلالی در این وجود نبوده. ازدواج یعنی همین، شما اگه تفاهم نداشته باشین، تحمل هم دیگر نداشته باشین، بالاخره یا شما درست میگی من اشتباه میکنم، یا من اشتباه میکنم شما درست میگی. خب اینه میشه با خوشی و کیف و زندگی و عشق و محبت اینه حلش کرد. آخه با دعوا و مرافع و خب این دیگه تو زندگی نیست، این مردگیه به نظر من. مرسی، خیلی متشکرم. نخبه کشی بوده و هست، ادامه داره. چرا شریف رو گرفتن بچه های دانشگاه شریف رو کشتن؟ چون همه نخبه های ما اونجان، همه نخبه های ما اونجان عمد اصلا کردن در رو بستن و اینا رو گرفتن تو تک موتور کشتن. چرا باهایی یهودی رو میزنن میکشن از امریکت بیرون میکنن، کاری میکنن که اصلا بزن اینا فرار کنن برن؟ چرا؟ چون بهاییت، این به شما بگم تا الان نمیدونستید، گوش کنید، بهاییت فاتحه اسلام و تشیع اینا رو خونده، وقتی که میاد میگه آقا امام زمان ظهور کرد، امام زمان رهبر ما، وقتی میگه اون میگه خاتم النبیون بود محمد، میاد میگه اونی که پیغمبر بود این امام زمانه، دکان اینا رو بستن، بعد به شما میان دروغ تحویل میدن. بعد انسان ساخته، بهاییت افتخار ایران در جهان، بهاییت از نظر فکری اندیشه همه اینا نابغن، چون از کودکی مثل فرزندان زرتشتی اصیل ما، زرتشتی که با رژیم ساختن میسازن کار نداریم، زرتشتی های اصیل ما بچه را از 3 سالگی بهش آموزش میدن که کیست و چیست و چه باید بکنه. اینها رو چرا از ما میگیرن؟
چرا؟ چون میخوان این مملکت یک مش ابله و نادانسته وجود داشته باشه که اینا سادات تازه بتونن خر مراد رو بگن حسن حسین امام علی امام فلان اینا شروع ترتیبت بدن. اصلا هم اگه قبلا زمان شاه رو منابر میگفتن که از تیسفون حسین تو جنگ بوده تا ایران همه جا ایرانی رو الان نمیگم، از تیسفون تا گیلان حسین حسن فرزندان علی در جنگ سرباز بودن، آدم کشتن، صد بار پخش کردیم تاییدیه شیعه و سنی براتون مقدست کردن، چون رئیسا همه سیدن. به هوش باشید و زرنگ باشید. خامنه ای یک حرف جالبی که زد که نشان داد بلاهت این احمق رو که چقدر احمقه، گفت زمان شاه گاو شیرده بود شاه برای آمریکایی و فلان، ما نمیدیم. مردک اون موقع شاه سرمایه گذاری میکرد پولا رو تو خارج از کشور که شما الان با بنیاد علوی کردید، بنیاد پهلوی گرفتین، آدم میخرید تو خارج از کشور. ابله مردم ابله نیستن. و از اون طرف شما خودتون دو دستی میلیاردها دلار هر روز دارید به غرب، به جهان جهانخوار میدید. این تحریم هایی که میگن یعنی چی تحریمتون میکنن؟ یعنی هر تحریم میلیاردها دلار پولای اینا رو غرب و آمریکا مصادره میکنه، بالا میکشه. وقت مردی که تو که بیشتر پول دادی به اینا داری میدی، هر روز مردم رو فقیر کردی، پول ما بخشش میره برای تویی دستان که قبر تو رو آباد بکنن فردا شیعیانه که تو آفریقا اینو دوباره بر خودت میسازی، و بخشش هم میره با تحریم های اقتصادی. یعنی چی؟ یعنی مصادره اموال ایران که تو حسابای ایناست تو خارج از کشور به نفع اونها. اینها قابل تعامله، باید روش اندیشه کنیم. مهربان یاران سخن بسیاری، به پایان برنامه میرسیم. از برادر عزیزم مهربان یار مهندس امیر شجری سپاسگزارم و از همه مهرورزی های شما. یادتون نره مبارزه ادامه داره، دو کار مهم شده، کار سوم هم میشه، هیچ نگران نباشید. کوچه ها و خیابان ها رو ترک نکنید، دروغ های علی خامنه‌ای بیان کلمه به کلمه تحلیل کنید. جامعه برخی از افراد ابلهن، فقط حرف اولو گوش میکنن، مثل برخی که مثلا مجاهدین خلق فقط حرف مریم رو گوش میکنن، کتابای من و اونو نمیخونن، حتی تاریخ ما رو نمیخونن، اونا هم همینجوری هن. اینها شما باید بین صحبتهای خامنه‌ای کلمه به کلمه دروغاش ثابت کنین تو این شبکه های ماهواره‌ای که مردمی که ابلهانه بهش پیوستند و زیر نفوذ مادی معنوی سادات تازی هستند ازش جدا بشن. سربازگیری باید بکنید. Historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron a plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند.
و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخ‌گوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آینه کهن شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمرین، فردا که از این دل کهن در گذری، با 7000 سالگان سر به سری، فردا که از این دل کهن در گذری، سر به سریم قاضی در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنم. دا به پا خیزد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب به او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم. دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میدهد امروز که حکیم بزرگ با عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید. ارتشی، سپاهی، بسیجی، پلیس، اسلحه در دست داری، از پول ملت میخوری، اگر هم از سادات تازی هستی، اگر هم از حزب بنی هاشم هستی، این گونه انسان میکشند. نه تنها وکیل نه، نه تنها محاکمه نه، نه تنها یک بازجویی، در حصار پلیس میزنید، زخمی میکنید، بر زمین میاندازید جوانان را، و بعد یارو میاد یه تیر خلاصی میزنه زیر نظر پلیس. شرمتان باد، شرمتان باد، هیچ ندارید، نه وجدان، نه شرف، نه انسانیت. در سرزمین من چه میکنید؟ در سرزمین ما چه میکنید؟ این بار این شهریاران آریایی، این دختران سلحشور جوان که از خانواده خود شما هم هستند، همه شما رو به گور میبرند. با مهر یزدان پاک و با توانمندی اهورامزدا که در مشتان فرزندان ماست،